بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب تقسيم وتنظيم قواعد برای قول مفيد 26 باب آنچه در موضع کاهنی و مانند آن آمده است این بهترین ترتیب است بعد که برای تو سحر و چیزی از نوع آن را بیان کرد از انواع آن را بیان کرد برای تو که بدن کاهن و رمال و منجم را بیان میکند و حکمی پیش آن رفتن و چگونه رفتن را بیان میکند دلیل یکم امام مسلم در صحیح خود از بعضی زنان پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت نموده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی به نزد فالبین آید و از وی چیزی بپرسد سپس وی را تصدیق نماید 40 روز نمازش قبول نمی شود دلیل دوم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی نزد کاهن رود پس گفته او را تصدیق نماید به آن چیزی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کافر شده است روایت ابو داود دلیل سوم ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه و حاکم از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند و حاکم فرمود که حدیث در شرط بخاری و مسلم صحیح است کسی نزد فالبین یا کاهن رود سپس گفته او را تصدیق نماید با آن چیزی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کافر شده است دلیل چهارم ابو یعلا به سند جید از ابن مسعود رضی الله عنه مثل آن را به طور موقوف روایت کرده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی آید یعنی آمدن به هم نشینی او یا به او تماس گرفتن یا شخصی به پیش وی فرستادن یا نامه فرستادن یا کانال های آنها را تماشا کردن یا بر موقع های آنها داخل شدن و یا گزیته های آنها را خریدن و خاصتاً گزیته ها و جورنال هایی که در آن برج هاست یا به آن چیزهایی که می بویند گوش کردن می باشد و در این فساد بزرگ است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که نماز وی قبول نمی شود یعنی ثوابی که از آن نماز حاصل شد و بدی روبرو شد پس آن را ساقط کرد یعنی نماز وی قبول نمی شود یعنی ثوابی که از آن نماز حاصل شد فرمودن پس بر آن چیزی که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد کافر شده است یعنی به قرآن کافر شده است و در قرآن آمده است بگو کسانی که در آسمان ها و زمینان غیب را نمی دانند به جز الله پس کسی که فالبین را در علم غیب تصدیق می کند و او می داند که علم غیب را جز الله کسی نمی داند پس او کافر کفر اکبر است و اگر جاهل باشد و اعتقاد نمی کند که در قرآن دروغ است پس کفرش کفر اصغر است و گاه ها در حال تصدیق نمی کند بلکه تصدیق وقتی می شود که برایش چیزی حاصل شود عراف اسم عام است برای کاهن و منجم و رمال و مانند اینها از کسانی که بر دانستن غیب مقدمه های را استفاده می برد پس هر کسی که این امور را انجام می دهد یا ادعا می کند او را شامل می شود دلیل پنجم از عمران ابن حسین طوری مرفوع روایت است که از ما نیست کسی که فال می گیرد و یا برای او فال گرفته می شود یا کاهنی می کند یا برای او کاهنی کرده شود یا جادو می کند و یا به خاطر او جادو کرده بشود و هر که نزد کاهن برود و گفته های او را تصدیق بکند به این کار و به آن چی که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است کافر شده است بزار با اسناد جدید روایت کرده است دلیل ششم البته این روایت را امام طبرانی به اسناد حسن امام بغوی میگوید عراف کسی است که دعوا میکند که به بعضی مقدمه ها حجت آوری کرده مثل دزدیده شده و جای مال گم شده و مانند آن را می داند گفته شده است که عراف همون کاهن است و کاهن کسی است که از کارهای آینده خبر می دهد
و گفته شده است کسی که با گمان خود از اسرار قلب خبر می‌دهد. ابوالعباس ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید عراف، کاهن، منجم، رمال، کسی که در روی ری خلق می‌کشد و مانند آنها کسی که از کارهای غیب و پوشیده سخن می‌گویند گفته می‌شود. کسی فعل بد بیند، کسی فعل بد زند، یعنی شامل کسی می شود که برای خودش یا برای غیرش فعل بد زند یا برای او فعل زده شود، یعنی کسی را امر کند که برای وی فعل زند یا راضی شود که برای او جادو کرده شود، یعنی زیرا بعضی ها برای کسی که از همسرش شکایت میکند میگوید من برای تو جادو میکنم و تو چیزی نمیکنی، پس گمان میکند که بر ضرر وی چیزی نیست. دلیل هفتم، ابن عباس رضی الله عنهما در مورد کسانی که از روی حرفهای ابجد و نگاه به ستارگان سخنان میگویند گفته است اینها در نزد الله هیچ نصیبه ندارند. آمختنی ابجد دو قسم میشود، یکم مباح، دوم حرام. مباح یعنی آن را برای حساب جمل و مانند این تعلیم گیریم و همیشه عالمان به این تاریخ میگذارند. دوم حرام است، یعنی آن را وابسته به سیر ستارگان و حرکت آنها و برآمدن و نشستن آنها قرار دهد. اکنون حکم سوال دادن عراف و مانند آن چیز. یکم سؤال خالی، یعنی این گناه کبیره است. از روی گفتی پیامبر صلی الله علیه و سلم 40 روز نمازش قبول نمی شود. دوم سؤال و تصدیق کردن، یعنی کفر اکبر است، زیرا این دروغ شماریدن قرآن است. سوم برای امتحان او سؤال کردن است، یعنی این جایز است تا صدقش از دروغش معلوم شود، نه به خاطر قولش را گرفتن و اهل این باشد. چهارم برای آشکار کردن عاجزی و دروغش سؤال کردن است، یعنی این مطلوب یا واجب است به شرطی که اهل این باشد. از علامت های جادوگران، یکم مخالفت شرط های جایزی رقی شرعی، دوم به نفس گره زدن، سوم نوشتن حرف های قد شده و سخن نفهما، چهارم گرمی خوندکی، پنجم در ستارگان نظر کردن یعنی علمی تأثیر، ششم قرائت کف و پیاله، هفتم از نام مادر پرسیدن، هشتم ادعای علم غیب کردن، نهم بیمار را به مخالفت شریعت امر کند مانند ترک نماز یا در وقت مال کشتن بسم الله نگفتن، دوم او بیمار را وابسته به خودش میکند نه به الله، دوازدهم او از اولیای شیطان است. اکنون مسئله های این موضوع، یکم تصدیق کاهن و ایمان به قرآن در یک دل جمع نمی شوند و این از بزرگترین کفر است. دوم آشکار کردن بر این که این عمل کفر است. سوم حکم شخصی که برایش کاهنی کرده شد در بیزاری پیامبر صلی الله علیه و سلم از او و وی مانند کاهن است. چهارم حکم شخصی که برایش به پرواز پرنده فال گرفته شود. پنجم حکم کسی که برای او جادو بکنند، یعنی کسی طلب کند که برایش جادو کرده شود پس او در عقوبت مانند آنها است. ششم حکم کسی که ابجد را تعلیم بگیرد، در این حکم تفصیل است. هفتم فرق بین کاهن و عراف.